بزرگترین قمارخانه ها و مراکز فحشا در دنیا از لاس وگاس تا آمریکای جنوبی تا سواحل مدیترانه تا شرق آسیا مال شاهزاده های عرب و از جمله عربستان. بزرگترین مراکز تفریحی و فحشا و فساد در اختیار ایناست. چرا غرب با تمام قوا پشت حکومت آل سعود ایستاده، همه جا شعار دموکراسی و حقوق بشر رو اینا میده، به عربستان و این رژیم های منطقه که میرسه یک کلمه نه از حقوق بشر، نه از حقوق زنان، نه از حق زندانی، نه حق کودک، نه دموکراسی، هیچی نگیه؟ چرا؟ در ایجاد صهیونیسم تو منطقه توطئه مشترک رژیم انگلیس بدون کمک آل سعود امکان نداشت، نه ایجاد میشد نه تا حالا دوام پیدا میکرد. اگه حکومت آل سعود سقوط کنه، من به شما تعهد محضری میدم 6 ماه نمیشه که اسرائیل سقوط کنه، یعنی اصلا رژیم اسرائیل نابود میشه، 6 ماه نخواهد شد. برای حفظ رژیم صهیونیستی باید رژیم آل سعود بمونه. اگر شما دیدید این مفتی های وهابی بیشترشون هم کور و آبلهی و زشتن، اگر شما از اینا فتوا دیدید که اینا فتوا بدن که آقا جهاد علیه آمریکا و اسرائیل واجبه، هیچ وقت اینا فتوا نمیدن. اینا که تو رژیم آلیس، اینا فقط فتوا میدن علیه مسلمین، بقیه مسلمین رو میگن کافرن، بعدم میگن قتل کفار واجبه. با این جمله امام زیبید ارزم خط بکنم که انشاءالله ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمریکا و آل سعود برطرف خواهیم کرد. داغ حسرت حلاوت این جنایت بزرگ را بر دل آمریکا و آل سعود خواهیم گذاشت. با برپایی جشن پیروزی حق بر جنود کفر و نفاق و آزادی کعبه از دست نااهلان و نامحرمان، ما وارد مسجد الحرام خواهیم شد.